بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده. ظلم و خشونت بر انسانهایی که در سیاهچالهای ایران اسیر شدند و به جرم اعتقاد و اندیشه و فکر متاسفانه تاوان این اندیشه و اعتقاد خود رو در ایران پس میدهند و به طور دقیق‌تر ظلم و رنجهایی که در حق انسانهایی که موفق به گریز از ایران نشدند به اوج رسیده است. ایران در زمینه نقض حقوق بشر بیشترین کشوری است که در واقع نقض حقوق بشر به خودش اختصاص داده و در این قضیه گزارشات و گلایه‌هایی از مجامع بین المللی علیه ایران مطرح شده. در این قسمت مطالب مرتبط با نقض حقوق بشر علیه اهل سنت و علیه اقلیت‌ها و در واقع آزاد اندیشان و روشنفکران و زندانیان عقیدتی سیاسی مطرح خواهد شد و به طور خصوص زندانیان کرد، اهواز و بلوچ‌ها. مهمانان و کارشناسان این برنامه جناب دکتر سید حبیب الله زیایی پژوهشگر علوم اسلامی و جناب آقای کاوی طاهری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، عبدالکریم دوهمی فعال حقوق بشر و همچنین دکتر عبدالحمید عالی فعالان اهل سنت از کردستان خواهند بود و مطالب را در این مورد تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله. دکتر سید حبیب‌الله زیایی، بحث ظلم و ستم ها در ایران بعد از انقلاب به نام اسلام، به نام اهل بیت به اوج رسید. دوست داریم منشأ و عوامل این ظلم و ستم ها در جامعه ایران و اوج گرفتن این ظلم و ستم ها در آونی اخیر در واقع از زبان حضرت عالی بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، الحمد لله رب العالمین و لا عاقبة للمتقین و الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. به طور طبیعی در هر حاکمیتی که درش خودکامگی، خودخواهی و خود بزرگبینی و بگیم استبداد باشه، ظلم هم نتایج این رو خود به خود داره. یعنی به طور طبیعی نتیجه هر حاکمیت مستبد ظلم هم هست. ولی سوالی که پیش میاد این هست که چرا ما بعد از حاکمیت نظام به اصطلاح دینی یا اسلامی در ایران شاهد مظالم مضاعف یا بیشتری شدیم، یا بگیم که نوعی از ظلم رو تونستیم شاهد باشیم که شاید قبلا سابقه این نوع مظالم رو نداشتیم. این نکته رو شاید ما به طور مختصر اگر خواسته باشیم جواب بدیم، در اون جمله زیبایی که ربیع ابن عامر در برخوردش با فرمانده سپاه ایران میگه شاید مختصر بتونیم بگیریم، که جملهش طولانی هست ولی یه جمله‌ای که میگه در بین این پیغامی که داره، یه جمله‌ای که میگه اینه که میخوام شما رو از جور الادیان به عدل اسلام بیاریم. دین وقتی که انحراف درش وجود داشته باشه، دین وقتی که پایه و اصول صحیحی نداشته باشه، میشه ابزاری برای حاکمیت و خودکامگی حاکمیت رو میتونه توجیهگر باشه. در نتیجه به طور مختصر اون چیزی که به عنوان دین معرفی شد عبارت بود از یک نوع بغض و کینه بر علیه یک امتی که به نام امت اسلام در تاریخ بوده و هست، و این کینه در قالب‌های مختلف عبادی مطرح شد و تلقین شد مردم، اگرچه قبلا هم تلقین می‌شد ولی از رسانه‌های ملی و به طور گسترده و وسیعی این موضوع فرهنگ سازی شد. در نتیجه هیچ بعید نیست که در این چنین جوی تبعیض باشه و در این چنین جوی هر انسان دیگر اندیشی با هر اندیشه که میخواد باشه، خصوصا اندیشه‌های مذهبی که رقابت شدیدتر میشه با حاکمیت، دچار این نوع مظالم بشه. بله، در واقع اسلام و اندیشه اسلامی به هیچ عنوان مبارزه با افکار و اعتقادات دیگران رو در لیست کارهای خود قرار نداده، بلکه
تصحیح افکار و بحث و گفتگو و حوار ادیان در واقع یکی از مباحث دین اسلام است. متشکرم دکتر سیف‌الله‌زی. ارتباط ما با جناب آقای کاوه طاهری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی برقرار شد. ضمن عرض سلام خدمت حضرت علی و تشکر از حضور در برنامه. جناب آقای طاهری، از اونجایی که خودتون بر اثر زندانی‌های زندان ایران رو تجربه کردین و از نقض حقوق بشر به طور مستقیم در زندان‌های ایران شاهد بودین و در این قضیه نقض حقوق بشر ایران ما متأسفانه زبان زده عام خاص شده و در مجامع بین المللی قضیه بارز شده، تا جایی که گزارش احمد شهید در گزارش دوم و سوم و دیروز امروزش صحبت‌هایی در این باره ارائه دادن. و به نظر شما آیا این گزارشات و این محکوم نمودن سازمان‌های حقوق بشر در قضیه نقض حقوق بشر میتونه بر روند نقض حقوق بشر در ایران در واقع مؤثر باشه و نقض حقوق بشر رو به را تقلیل بده؟ بینندگان گرامی و شما و مهمان محترم برنامه، در خصوص گزارش آقای احمد شهید که فرمودید، گزارش دوم و سومش که دیروز و امروز ارائه شده، اول به ریز این گزارش می‌پردازیم که از تبعیض جنسیتی، نقض مستمر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نام بردن، از نبود آزادی بیان، نواقص حقوقی و قضایی و تبعیض در مورد زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی نام برده شده. و کلاً باید اینو در نظر بگیریم که سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل در دو دهه اخیر، مخصوصاً در دهه اخیر، بیشتر به ابزاری برای سرکوب ملت‌ها تبدیل شده و بیشتر حمایت کننده دولت‌ها تا ملت‌ها، و برای اینکه فقط یک سرکوش سطحی و یک گونمایی از اون چیزی رو که ادعا می‌کنند انجام بدن، میان با این گزارش‌ها ذهن مردم رو مشغول این گونه موارد می‌کنند، ولی همواره دیدیم که هیچ وجه تاثیرگذار نبوده. و حتی آقای احمد شهید گفتن که ما باید بیایم از ایران بازدید به عمل بیاریم برای اینکه اثر تحریم ها بر مردم رو گزارشی ازش تهیه بکنیم، و ایران هم همچون اجازه ای رو به آقای احمد شهید نداده. این یک طرف قضیه است، و طرف دیگه قضیه اون نقض حقوق بشر در خود ایران هست. یعنی این سازمان های حقوق بشری که به فکر این مردم درون ایران نیستن. ما اگر بخوایم به مسئله قومیت ها و اقلیت های مذهبی بپردازیم، مثلا کردهای کردستان ایران رو مثال بزنیم، کردهای ما در بدو تولد با دو جرم به دنیا میان از نگاه حکومت مرکزی، چرا که یک کرد هستن، دو سنی هستن، و این دو مسئله باعث جرم اینها شده و همواره توسط حکومت مرکزی مورد غضب قرار گرفتن. و چه شکنجه هایی که در زندان ها نمیشن به خاطر عقایدشون، به صرف این که فقط به دنبال عقیده خودشون هستن، به صرف این که عقیده خودشون رو تبلیغ میکنن، اونها رو به زندان میندازن، بزرگان دینی اونها رو مورد شکنجه و مورد آزار و اذیت قرار میدن. و وضعیت زندانیان اهل سنت و زندانیان کرد رو حتی اگر بخوایم در نظر بگیریم، در زندان رجایی شهر کرج، در زندان قزلستان و زندانهای خود استان کردستان و سنندج، کرمانشاه، جاهای اینچنینی، واقعا وضعیت اینها وخیم هست. وضعیت خوراکشون نامناسبه. بارها ما با عزیزانی که در این زندان‌ها بودن صحبت کردیم، وضعیت بهداشتی بسیار نامناسب بوده، در غذاهاشون موش و سوسک پیدا می‌شده، فضله موش پیدا می‌شده، و به عقایدشون در زندان توسط زندانبانان و مسئولان زندان توهین میشه، به خانواده‌شون، به خودشون. خب جناب آقای طاهری، من عذر میخوام، جناب طاهری عزیز، ببینید گزارش های نقض حقوق بشر از بدو انقلاب تقریبا علیه ایران مدام مطرح میشد. در قبال ایران
گوش شنوایی در قبال این گزارش های نقض حقوق بشر نداشته و اون روندی که نقض حقوق بشر از بد و انقلاب علیه مخالفین یا در واقع علیه زندانیان عقیدتی سیاسی اعمال می شده مدام هنوز مستمر هست. به نظر شما آیا میتونه این گزارش های نقض حقوق بشر میتونه خودش تأثیر گذار باشه بر روند کاهش نقض حقوق بشر در ایران و بخصوص در زندانیان عقیدت سیاسی بر زندانیان عقیدت سیاسی؟ تا حدودی تأثیر گذار بوده، ما انکار نمی کنیم بالاخره تأثیر داره، فشارهای بین المللی و گزارش های حقوق بشری که توسط سازمان عفو بین الملل ارائه میشه. حتی اگر خاطرتون باشه یک چیزی هلوشه تقریبا 20 روز یک ماه پیش چند تا از هموطنان کرد ما رو میخواستن به سویت اعدام در زندان قزلحصار انتقال بدن که با پیگیری هایی که ما و دوستان کردیم در خارج از کشور در ساعت تقریبا 10 و 11 شب سازمان عفو بین الملل بیانیه‌ای صادر کرد و این اقدام رو محکوم کرد و این باعث شد که این افراد از سویت اعدام برگردن و بعد از چند روز برگشتن به سویت. متشکرم جناب طاهری، مطلب داشته باشین باز خواهیم گشت ان شاءالله. دکتر سید گلازیای، مطلبی که شما فرمودید که اسلام در واقع بحث گفتگو و حوار ادیان و مذاهب، بحث آزادی بیان را اساس کار قرار داده. سوال مطرح میشه اگر این اسلام هست در جامعه ایران ما الان حاکمان و در واقع رجال حاکم بر ایران، نظام حاکم بر ایران مدعی است که به اون نما در واقع قرائت اسلام رو در این سیستم حکومتی رو به نمایش گذاشته و این پیام اسلام هست که مخالفین عقیدتی سیاسی به زندان انداخته بشن، مخالفین عقیدتی سیاسی اعدام بشن و سرکوب هر نوع اندیشه و باور مخالف خط رهبری یا خط این سیستم و نظام. سوال مطرح میشه، شما فرمودید که این در واقع وجود ندارد اسلام، منشأ این ظلم و ستم ها و این قتل و کشتار ها و اعدام ها و زندانی هایی که صورت میگیری میتونه چه مواردی باشه؟ در این باره اصلا نظر حضرت عالی میشه؟ یه بخشش برمیگرده به اون قرائتی که شما اشاره فرمودید، قرائتی که از دین متاسفانه ارائه داده میشه و خصوصا به پرسنل یا بگیم به کادری که خودشون رو ولی یا سرپرست یا حاکم مطلق جامعه میدونن، این قرائت براشون یک نوع عبادت تلقی میشه، ظلم کردن و طرف مقابل خودش رو کلن براش حقوق انسانی براش قائل نیست. من به عنوان مثال یک جمله خیلی ساده ای که در زیارت عاشورا اینا مکرر دارن میخونن هر روز و هر شب رو در دیوار میزنن، خب در اینجا لعن هست، اول من آدا اهل آل بیت محمدین و آخر من ایدهم، جمله خب انتها به آخر من ایدهم. اگر مستاق این رو بگیریم و اونایی که میخونن توقفی داشته باشن، خب میدونن که اول من آدا میشه ابوبکر و عمر و آخر من ایدهم من و شما و هر انسانی که قیام جماعت بیاد. روایت ها زمینه عقده و کینه رو در قلب به طور طبیعی لعن تن کردن و به عقد و کینه رو بذرش رو کاشتن به حدی هست که ما عیناً میبینیم که خیلی از هموطنهای ما وقتی که میرن به حج برای اولین بار میبینن که اهل سنت اینطوری نیستن. یعنی خیلی ها هستن که تعجب میکنن که میگن ما فکر میکردیم که اهل سنت یعنی دشمن اهل بیت، اهل سنت یعنی اینکه باید 7 تا شیعه رو بکشن به جنت برن و از این نمونا مفاهیمی که کلا غلط معکوس به خوراک مردم داده میشه و کلا دیدگاه مردم رو نسبت به اهل سنت. در مقابل می خواهند گفت که ببینید در قرآن که کتاب مقدس مسلمانان هست، تو بحث مسیحیان و یهودیان رو با همین اسلوب شاید ارائه بشه، من کاری به آیات ندارم به هر صورت، و این که گفته شده مثلا با کفار بجنگید و این قضایا در آیات قرآن هم وجود اومده و این روایات نمیتونه به عنوان خودش یک چیز انحصاری و استثنایی در این قضیه باشه. بله، فهم دین یا قرائت دین و آیات یا احکام اسلامی رو باید ما در چارچوب کلی دین بفهمیم، نه اینکه قطع و وصل کنیم. این قطع و وصل کردن ها مفاهیم بسیار غلطی رو برامون ارائه میده. ما در هر نظامی یه بخشی داریم، مثلا به عنوان سازمان دفاع یا به عنوان وزارت دفاع، در این وزارت دفاع نیروهای مسلح هستن. آیا هر از کسی که اسلحه داره معناش اینه که میتونه آدم بکشه؟ وجود سیستم نظامی در دین که به طور کلی وسیع و گسترده
یک نظام بگیم شامل برای انسان هست، این معناش این نیست که توجیهگر هر نوع ظلمی هست، بلکه برای دفع ظلم و برای جلو پیشگیری از ظلم موضوع مطرح هست. و اونچه که ما در بحث قتال یا جهاد اسلامی داریم این روند طبیعی رو طی کرد، به این معنا که یک عده‌ای مظلوم واقع شدن، حق انسانی و اساسی اونها پایمال شد و سالها پایمال شد، نه یک روز دو روز بلکه بیش از 13 سال این اتفاق افتاد. بعد از اون خود به خود مراحل تدریجی رو طی میکنه و افراد بالاخره باید جلوی ظلم گرفته بشه. در نتیجه باید ما احکام رو در همون حوزه و کلی ببینیم و بفهمیم که آیات و احکام نازل شده و برامون پیغام داره، نه اینکه بیایم قطع کنیم و در هر شرایطی بخوایم تطبیق بدیم. متشکرم. ارتباط ما با جناب آقای عبدالکریم دحیمی فعال حقوق بشر برقرار شده. ضمن سلام و خسته نباشید، تشکر از حضور در برنامه. جناب آقای دحیمی، از اون جایی که حضرت عالی در قضیه اهواز و جوانان اهوازی اطلاع کافی در این قضیه دارین و اهواز تاوان در واقع میتونیم بگیم دفاع از ایران رو به طور گسترده و یا بخشی از قومیاتی هستند که عرب بودن و اهوازی بودن خودش جرمی به نحوی در ایران به شمار میره، دوست داریم گزارشی از حضرت عالی در مورد زندانیان اهوازی و محکومین به اعدامی در واقع در زندانهای ایران از زبان حضرت عالی بشنویم. بله، به نام خدا. در مورد محکومان و زندانیان عرب ما تقریبا چندین پرونده در این خصوص داریم. 5 جوان اهل خلفیه که محکوم به اعدام هستند، هاشم شعبانی، هادی راشدی و سید مختار و جابر البوشوکه و محمد علی عموری، همچنین 2 نفر از جوانان شوش و 4 نفر در از شهر فلاحیه، اینها محکوم به اعدام هستند و حتی دیروز در گزارش ویژه دکتر احمد شهید در نشست 68 این گزارش خودش به این قضیه هم اشاره کردن و در مورد شکنجه این فعالان فرهنگی و سیاسی اشاره کرده، در مورد احکام ناعادلانه و جائری که در حق آنها صادر شده هم اشاره شده و همچنین خبری که دیروز دست ما رسیده، یکی از محکومان به اعدام فعالان عرب اهل فلاحیه، قاضی عباسی، که ایشون تقریبا 25 روز از زندان کارون به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده بود و زیر شکنجه قرار گرفته بود و این اتهام جدیدی، ظاهرا اداره اطلاعات تازه فهمیده که ایشون گرایش به مذهب اهل سنت پیدا کرده و به خاطر همین مورد و همچنین نامی که ایشون به نهادهای حقوق بشری فرستاده و درخواست کمک کرده در مورد حکم اعدامی که در حقش صادر شده رو درخواست کرده، به همین دلیل هم گرایش سنی بودنش و هم نامه‌ای که فرستاده، به این دو دلیل ایشون رو به بازداشتگاه اطلاعات و خیلی ایشون رو شکنجه دادن و وضعیتش خیلی وخیمه، همونطوری که به ما گزارش داده شده. بله، متشکرم جناب آقای دحیمی. جناب آقای کاوه تاری، به عنوان آخرین مطلب و ضمن تشکر از حضور در برنامه، طبق قانون اساسی تفتیش از عقاید ممنوع هست، اما می‌بینیم عملا این مورد در دادستان‌ها مد نظر قرار گرفته نمیشه، برعکس مخالفین نظام به جرم ضد ولایت فقیه بودن یا به جرم وهابیت یا به جرم اهل سنت بودن و به خصوص کردها و عرب‌های اهواز و بلوچ‌ها در این قضیه بیشترین تاوان را پس دادن. چگونه الان آیا این قانون به نظر شما رسما حذف شده یا خیر اصلا در مباحث قضایی به این بندها توجه نمیشه؟ به نکته خوبی اشاره کردید. ما در ایران از 2 نکته رنج میبریم. یک، نواقص قوانین قضایی و حقوقی، و 2، عدم اجرای همون قوانین نیمبند و اشتباه. یعنی ما الان یک همچون قانونی رو داریم که تفتیش عقاید
نباید باشه و همه حق دارن که به دین خودشون، به عقیده خودشون گرایش داشته باشن، ولی این رعایت نمیشه و این دلیل اصلی این قضیه این هست که در نظام‌های دیکتاتوری و خودکامه و توتالیتر ماهیت این نظام‌ها بر این هست که تفتیش عقاید بکنن، ماهیت این نظام‌ها هست که زندانی سیاسی وجود داشته باشه. و در خصوص صحبتی که مهمان عزیزتون فرمودن، دقیقاً در زندان ما این رو می‌دیدیم که در مراسم زیارت عاشورا بچه‌های اهل سنت رو بالاجبار در بین شیعیان، یعنی زندانیان شیعه می‌نشوندن و این زیارت عاشورا خونده می‌شد و در اون لعن و نفرین‌هایی که به مقدسات و به بزرگان دینی اهل سنت می‌شد وجود داشت و ما اعتراض می‌کردیم به عنوان یک فردی که حالا داعیه فعالیت سیاسی داشتیم و با خشونت به ما جواب میدادن که به شما هیچ ارتباطی نداره، شما چه کار دارید به این قضایا. و من در پایان فقط به این جمله بسنده میکنم و به مسئولان نظام جمهوری اسلامی که همونطور که در تمامی روایت ها اومده الملک یبقا مع کفر ولا یبقا مع ظلم، یعنی حکومت با کفر میمونه ولی حکومت با ظلم نمیمونه و روزی خواهد رسید که این حکام ظالم تاوان تمامی این ظلم ها و ستم هایی که بر همه مردم روا داشتن و مخصوصا بر اقلیت های مذهبی و قومی روا داشتن تاوان این ستم ها رو خواهند داد. متشکرم آقای کاوه طاهری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، از حضور در برنامه. خدایار نگهدار شما. دکتر سید ولایزی، بحث مردم و ملت اهل سنت در قبال این ظلم و ستم ها و در واقع توهین به اندیشه ها و اعتقادات که میشه در حتی رسانه های ملی، ما شاهد اهانت به بزرگان و مقدسات اهل سنت هستیم، طعنه و سرزنش هایی که مقدسات اهل سنت میشه، ظلم و نقض حقوق بشر که در شأن اهل سنت و بزار عمومیت قرار بدیم، روشن فکران و آزاد اندیشان و قومیت و اقلیت یا عرب های عزیز و بلوچان، مردم در این قضیه چی میتونن انجام بدن؟ چه راهکار عملی در دفاع و یا در کاهش این نقض حقوق بشر شما پیشنهاد بدید؟ من در این زمینه هم باز میخوام یادآور بشم حدیثی که بازم طولانی از گفتنش، ولی یه بخشی از حدیث رو باید بگم و اون پیش بینی پیامبر صلی الله علیه و آله بر این که یه روزی میاد که این امت به حالتی میرسه که تمام اقوام تهاجم میکنن بر این امت و هر کسی این رو به سمت سوی خودش ظالمانه داره به استضعاف و به ظلم میکشونه. در اینجا صحابی پیغمبر میپرسه، میگه که یا رسول الله، این آیا به خاطر قلت ما هست، ما کم هستیم؟ میگه نه، اون روز شما زیاد هستید، بل انتم کثیرون، ولی غصا هم که غصا سیل مثل کف روی آب هستید. به دنبال این میگن که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که خداوند از قلب دشمنتون اون محبت یا وحشتی که باید باشه رو برمی‌داره و در قلب شما رو میندازه. بعد و این از سستی شما هست. میپرسن میگن سستی چی است؟ میگن که حب الموت و کراهیه، حب الدنیا و کراهیه الموت. این جمله آخری که در حقیقت میخوام روی توقف کنیم، بحث حب دنیا و کراهیت الموت، انسان رو یعنی دوست داشتن دنیا، به محافظه کار بودن و از مرگ ترسیدن رو من میخوام بگم. شاید این رو خیلی به معنای خشونت بگیرم، ولی معناش بسیار معنای وزین و بسیار وسیع و عمیق هست. به محافظه کار شدن و به دنیا علاقه بیش از حد داشتن گاهی به حدی میرسه که انسان حتی عزت، حیثیت، آبرو، کرامت خودش رو هم نمیخواد در نظر بگیره، میخواد که باشه اگرچه ذلیل، باشه اگرچه زیر پا، باشه اگرچه مظلوم، در صورتی که انسان با کرامتش انسان هست، وجود داره، انسان با عزت و حیثیت و آبروش هست، انسان با فکر و اندیشه و آزادیش انسان هست. در غیر این صورت وجود این انسان با بقیه موجودات زنده تفاوتی نداره. این نکته اساسی هست که متاسفانه باید ما فرهنگ سازی کنیم و به مردم این جرأت رو بدیم و خودمون هم در حقیقت این در خودمون این
جرأت رو پدید بیاریم برای خلا حقیقت با گفته بشه الحمدلله میگن، ولی بیش از این با توسعه بیشتری بدیم و نذاریم که فرصت داده بشه و جرأت داده بشه به ظالم که پا فرا بذاره و هر کاری میخواد انجام بده. متشکرم. ارتباط ما با دکتر عبدالحمید عالی کارشناس و پژوهشگر علوم اسلامی و فعال اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. جناب دکتر عبدالحمید عالی، نامه‌هایی از زندانیان و در واقع زندانیان کرد محکوم به اعدام منتشر شده از زندان رجای شهر و زندان قزل‌حصار. دوست داریم در این باره اظهار نظر حضرت عالی در مورد نامه‌هایی منتشر شده و در واقع وضعیت گزارشی از وضعیت زندانیان و محکومین به اعدام کردهایی که در واقع به جرم دفاع از مقدسات و همسران پیامبر خدا محکوم اعدام شدن از حضرت عالی بشنویم. بله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما تمام بزرگواران از سلام و ادب دارم و خدمت تمام بینندگان عزیز همچنین از سلام و ادب دارم. سلام و رحمت الله. با توجه به این که در واقع اوضاع نابسامان اهل سنت هر روز یعنی بدتر از در واقع قبل می شود، مطالب برای گفتن به حدی فراوان است که انسان نمی داند از کجا شروع کند. مطلبی که به نظر من جای یعنی خیلی اهمیت دارد که بحث بشود این است که نامه‌ای که خود اینا قبلا فرستاده بودند برای دکتر محمد علوی وزیر جدید اطلاعات و دکتر روحانی، در واقع در سال در تاریخ 10/6/1392 نامه ای را یعنی مجموعه این زندانیان رجای شهر که حدود 160 نفر بودند اون در اون تاریخ نامه ای را نوشتند و که دیگه مجموعه بسیار زیادی از اهل علم و طلاب علم و بالاخره دانشجویان و اینا وجود دارد و افرادی با تحصیلات عالیه، بالاخره اینو فرستادن و تا به حال پاسخی نشنیدند و من به نظر خودم چیز مناسبی بود که اینم مردم به زیان قرار بگیرند. متن کامل نامه به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای از طرف زندانیان اهل سنت، اهل سنت زندان رجای شهر، اندرزگاه 4، سالن 10، بر ریاست جمهوری دکتر روحانی. دکتر روحانی، با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد نوع تعامل با جامعه اهل سنت بالاخص در 4 ساله پایانی این دولت شدت بیشتری پیدا کرد، به طوری که اهانت به مقدسات اهل سنت در سطح منابر و رسانه‌های عمومی آشکار شد و متاسفانه نامه‌های اعتراضی و ارسالی علمای اهل سنت نسبت به این اهانت‌ها برای مسئولین دولت وقت نه تنها سودی نبخشید، بلکه عدم رسیدگی به این موضوع به امثال آخوند دانشمند جرأت تکفیر صحابه کرام رضی الله عنهم و عموم اهل سنت را داد و توهین به شخصیت‌های شناخته شده و بلندپایه کشوری همچون احمدی نژاد در انتخابات 88 به صحابه کرام مهر تأییدی بر اهانت‌های قبلی بود و بر خود تند دستگاه‌های امنیتی در برابر احساسات و اعتراضات اهل سنت موجبات ناآرامی در مناطق کردستان را فراهم آورد که به دنبال آن دستگیری‌های گسترده در مناطق سنی نشین شدت یافت و علما و حافظان قرآن و اندیشمندان اهل سنت سنت کشور را نیز در بر گرفت و منجر به بازداشت‌های طولانی مدت و چند ساله بدون تفهیم اتهام و همچنین صدور احکام سنگین و اعدام برای آنها شد و متاسفانه هفتن از جوانان کم سن و سال اعدام گردیدند، در حالی که دادگاهی آنان همراه صدور حکم ربع ساعت طول نکشید و در طول مدت دادگاهی نیز همراه دستبند و پابند روبروی قاضی گذاشته شده و اجازه بیان هیچ گونه دفاعی به آنان داده نشد و تا به حال نیز حکم اعدام 26 نفر دیگر صادر شده که 6 نفر آنان در شرف اجرای حکم هستند
و تعداد دیگر با احکام سنگین سنگین 10 سال تا 20 سال محکوم گردیدند. بنابراین ما زندانیان اهل سنت زندان رجای شهر خواستار لغو هرچی سریعتر حکم محکومین به اعدام و حبسای طولانی مدت و آزادی ما مستها و فعالان مذهبی اهل سنت و لغو محدودیت شدید نسبت به علما و طلاب و مبلغان دینی در مساجد و برگزاری شعائر عمومی دینی طبق اصول و فقه اهل سنت توسط دولت نامگذاری شده به تدبیر امید می باشیم. جناب دکتر عبدالحمید ببخشید، نامه‌ای که قرار بود که تقریبا عین نامه‌ای بود که آنان در واقع در اون زمان نوشته بودند و تا به حال حقیقتا پاسخی به آنان ندادند و انگار اصلا می‌خواهند به گونه ای اوضاع را به نحو دیگری سوق می‌دهند و شروع کردن به پراکنده کردن این افراد و این زندانیان و در واقع به صورت جداگانه جدا جدایشون میکنن، تک تک با این طرف و آن طرف میفرستن و در نهایت ظاهرا تصمیمات بسیار بدی در نظر دارند. مثلا به عنوان مثال افرادی هستند که بدون هیچ گونه تا به حال محاکمه ای نشدند، در اونجا همچنان نگهداری شدند. مثلا کسی به اسم سید شاهوی ابراهیمی متولد سال 1364 که در تاریخ 23 فروردین ماه سال 1389 در سنندج دستگیر شده و تا به حال که 4 سال است، نزدیک به 4 سال است، هیچ گونه دادگاهی و محاکمه ای در مورد ایشان صورت نگرفته و همچنان رها شده. دکتر علی مطلب داشته باشیم، باز خوبی است. دکتر عبدالحمید علی فؤاد ارتباط با ایشون برقرار هست، اون هم باز دکتر عبدالحمید علی. دکتر علی اگر اجازه بدین باز خواهیم گشت، مطلب داشته باشین و باز خواهیم گشت. جناب آقای عبدالکریم دوهمی، مباحثی که از زندانیان و محکومین به اعدام عرب‌های عزیز اهوازی دیده میشه، افرادی غازی عباسی متولد 1361، عبدالرضا امیر خنافری متولد 1366، عبدالامیر متولد 1359 و جاسم مقدم متولد 1364، همه این افراد در میتونیم بگیم در سنین جوانی و نوجوانی هستند و به سن 20 سال غالبشون نرسیدند و سابقه کیفری هم نداشتند. این حکم در واقع به ریاست قاضی علی فرهادوند و در دیوان عالی کشور به ریاست قاضی فرج اللهی حکم اعدام این عزیزان صادر شد. شدت ظلم و ستمها و شدت صدور احکام اعدام در شأن عرب‌های عزیز اهوازی می‌بینیم که اوج گرفته و ظاهرا این گزارش های نقض حقوق بشر در حق عرب های اهواز به خصوص گزارش دکتر احمد شهید در دیروز و در واقع دوم و سومیشون شاهد بودیم و دیدیم. به نظر شما این اعدامی ها گویا این که متوقف نخواهد شد، مجامع بین الملل در قبال این نقض حقوق بشر بعد از این گزارش ها به نظر شما راهکار عملی چه خواهد بود؟ بله ببینید، اولا قبل از اینکه این به این موضوع اشاره بکنیم، همین امروز در وبسایت دادگستری استان یا رئیس دادگستری آقای الفت، ایشون تصریح کردن که ما به شدت اون احکامی که در دیوان تایید شده رو اجرا خواهیم کرد و به هیچ عنوان به نمیدونم به قول خودش به ضد انقلاب اجازه نمیدونم ضربه وارد کردن به امنیت فلان نمیذاریم. این نشون میده که نظام همچنین داره این ماشین مرگ رو هی هر روز یا هر مدتی چند نفر رو اعدام بکنن یا محکوم به اعدام بکنن و متاسفانه تمام این محکومیت ها چه پارلمان اروپا و چه پارلمان های کشورهای دیگه و همچنین این گزارشگر ویژه و تمام این محکومیت ها متاسفانه نظام جمهوری اسلامی به اون توجه نمی کنه و همچنین داره به این نقض در واقع برنامه ریزی شده نسبت الان به قومیت ها، به خصوص اگر خوب نگاه بکنیم می بینیم
در واقع نقض و ظلمی که داره میشه، احکام اعدامی که داره صادر میشه دو برابر هست. و این میبایستی فعالان حقوق بشر حقیقتا نه و همچنین خانواده های کسانی که دستگیر میشن، محکوم به اعدام میشن و یا به هر حال بازداشت میشن، همه اینها میبایستی فعالیتشون رو بیشتر از این بکنن، فشار بیارن. ما تا الان درسته که فرضاً یک گزارشگر یا چند تا مؤسسه محکوم کردیم قضیه، اما در دادگاه‌های بین‌المللی تا الان ایران رو نتونستیم در این مورد حقیقتاً بتونیم قضیه رو پوشش بدیم و رو اون تمرکز بکنیم. یعنی اگر بیشتر اهمیت داده بشه به این موضوع، فرضاً هم قومیت‌ها، زندان‌های امنیتی به قول خودشون یا عقیدتی، فرزند به خصوص ضعف کاری که در فعالان حقوق بشر اهل سنت ما داریم میبینیم. یعنی در این گزارش اگر دیروز اگر خوب توجه بکنید، من در اون قسمت ادیان و مذاهب اهل سنت رو ندیدم، ممکنه هم درست نخونده باشم، ولی به نظر من اهل سنت نبوده، فرزند بهائیان بودن، زرتشتیان بودن و ادیان دیگه، مذهب دیگه بوده، اما اهل سنت نبوده. میبایستی بیشتر اهمیت داده بشه، فعالیت بشه و ارتباط با داخل. حقیقتا ما نقصی که کمی که داریم اینه که از داخل خانواده ها، فعالان داخل میبایستی بیشتر ارتباطش رو با خارج و بخصوص نهادهای حقوق بشری بین المللی. فرضاً درسته که امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که این گزارش احمد شهید یک گزارش جهت‌دار و توسط یک عده تروریست نمیدونم به قول خودش و تشکلات سیاسی، ولی اگر خوب توجه بشه به این گزارش، از تمام منابعش از داخل خود ایرانه. الان یا با مردم صحبت کردن یا با اینکه با زندانیان یا با خانواده ها یا از وبسایت های خود نظام جمهوری اسلامی، چه دادگستریشون و چه منابع خبریشون و یا از سخنان خود نماینده ها. فرضاً در مورد قضیه رود کارون، قضیه رود کارون و انتقال آب، قشنگ از سخنان نمایندگان صحبت کرده، نماینده اهواز سید شریف حسینی یا فرضاً از نماینده محمره آقای سامری استفاده کرده در همین گزارش. بنابراین فعالیت میبایست بیشتر باشه. درسته بعضی از دوستان فعالیت دارن میکنن، زحمت میکشن، اما این هم کافی نیست. ما فقط یک گزارشگر نداریم، فقط یک کمیسیون یا یک فرزن طرفی که میخواییم باش صحبت بکنیم، اطراف متعددی هست در این دنیا وجود دارن، در این عالم وجود داره، در اروپا، غرب، کشورهای دیگه. میبایست فشار بیشتر بشه و ما در میبینیم حقیقتا این نظام هرچه محکوم میشه در بعضی از نهادهای و مؤسسات بین المللی میبینیم متوحشتر داره میشه، ولی به هر حال امید ما به مردم، به فعالان به خصوص در داخل و ارتباطش رو زیادتر بکنن، اهمیت بیشتر بذارن و خود زندانیان، یعنی راه چاره حقیقتا نیست، خود زندانیان ما میدونیم کسانی که دارن بازداشت میشن یا بر اساس یا مسائل سیاسی، فرهنگی و یا عقیدتی، این راه چاره دیگه نیست. میبایستی مبارزه کرد، میبایستی از حق خود دفاع بکنه. الان چی میخواد مسائل عقیدتی باشه، دینی باشه، چه فرهنگی و چه سیاسی. ولی باز هم این رو من از تمام خانواده ها، دوستان، فعالانی که در داخل هستن، اینو میخواییم که ارتباطش رو با خارج بیشتر بکنن و اسناد بیشتری رو ببینید. این نقض حقوق بشر نه فقط در حق فقط زندانیان و بازداشت شدگان، در جاهای دیگه چه مسائل تاریخی، فرهنگی و حتی دیگه نقض در حق حیوانات هم شده، نقض حتی در فرزن. الان یکی از کارشناسان آلمانی نسبت به رود کارون این رو از مسئولین ایرانی در سال 2009 میگه این آب رو به احشام ندید، چون که ممکنه این احشام اگر گوشت اونها استفاده بشه مردم بیمار میشن.
ببینید اینقدر داره دیگه ظلم و جوری به در حق مردم داره میشه. بنابراین خود مردم باید خودشون از حق خودشون دفاع بکنن و تنها راهی که ما میتونیم اینجا انجام بدیم صدای این مردم، صدای زندانیان. در واقع من میتونم بگم الان ایران خودش یک زندان بزرگی شده، یعنی حتی اگر از مردم صحبت بکنیم خودشون تو این زندانن. موقعی که حق تعبیر رو نداره، موقعی که حق نداره فرزن اون عرب داخل مسجد دستش رو ببنده، یعنی همون میخواد نماز خودش رو به طریق اهل سنت بخونه، خودش زندانه در واقع. بنابراین خود مردم هم باید همکاری بکنن. الحمدلله ما دار میبینیم جوانای ما فعالیت میکنن، اما فعالیت رو میبایستی بیشتر بکنن و صدای اونها رو به جهانیان و نهادهای حقوق بشری دیگر رو به شکل بزرگتر. ما ممکنه 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر یا بیشتر از این رو ما داریم میبینیم صحبت میکنن، اطلاع رسان میکنن، اما پرونده های زیادی، کسان زیادی رو ما داریم، تبعید میشن، جاهای دیگه اعدام میشن، اما خبری از اونها نداریم تا اینکه اعدام بشه. بنابراین ما یک قسمتی از کار رو از خانواده ها، حداقل از بستگان، از دوستان و دیگر دوستانی که داخل کشور هستن، این اطلاعات را به ما بدهن تا ما بتونیم پوشش بدیم، برسونیم قبل از این که خدای نکرده اتفاق برای این عزیزان بیفته. شما در میبینید فرزن فعالان اهل سنت رو در اون زندان قزلحصار هر مدتی یه جایی رو اونها رو میبرن دوباره برمیگردونن، اصلا معلوم نیست این نظام داره چیکار میکنه. اما با اطلاع رسانی صحیح ما میتونیم قضیه رو دنبال بکنیم. در نزد نهادهای حقوق بشری اونها هم ارتباط دارن با کشورهای دیگه، با خود نظام خود ایران هم ارتباط دارن، امنستی اینترنشنال، فرزن هیومن رایتس واچ و نهادهای دیگه. بنابراین این توقع هست که از خود مردم و از خود کسانی که فرزن در واقع نزدیک اون زندانیان هستن و بس از بستگانشون و همچنین نسبت به این یک نکته من در برنامه قبل اشاره کردم، مسئله علمای دین میبایستی در این مورد صحبت بکنن. الان شما شاهد بود، ممکنه شنیدید خبر اون شخصی که بار دوم خواستن اعدامش بکنن، اما یکی از مراجع صحبت کرد. الان ما هم مراجع، چه مراجع شیعه و چه علمای دین اهل سنت، باید این موضوع رو همیشه در اونایی که با نظام در ارتباطن صحبت بکنن، اونایی که فرزن بیرون از این دایره هستن باید صحبت بکنن. هر ساله ایران یک کنفرانس های اسلامی وجود داره در بعضی از کشورها، این قضیه رو بازگویی بکنن نسبت به زندانیان اهل سنت. حقیقتاً یک جفایی در حق اینها داره میشه موقعی که شخص به خاطر فقط عقیدش یا زندان میشه یا تبعید میشه یا اعدام بشه، یا اینکه با یه وثیقه 4-5 میلیاردی که اصلا هزینه رو هم این شخص نداره. فرزند ما مدتی پیش فرزندان اهل ملاشیه شهر خود اهواز، اینها رو با هر کدوم با وثیقه 3 میلیارد و 2 میلیارد که خونه اونها هم حد یک دهم این مبلغ هم نمیشه منازلی که دارن، و خانواده ها مجبور میشن اون وثائق رو بخرن یا فرزن قسطی بدن، ماهانه بدن که بچهشون رو با وثیقه آزاد بکنن. بنابراین میبایست علمای اهل دین هم شرکت بکنن در این قضیه و به ما هم کمک بکنن، به فعالان حقوق بشر هم کمک بکنن. و راه های زیادی هست حقیقتا، الان ممکنه بعضی از این راه ها قابل گفتن نیست، اما اون راه هایی که شدنی هست، خبر رسانی، اطلاع رسانی و ارتباط با خارج، ارتباط با نهادهای حقوق بشری، و دوباره هم تکرار میکنم علمای اهل دین هم در واقع متشکرم جناب آقای عبدالکریم دوهیمی میتونن نقش بسزایی در این مورد داشته باشن. متشکرم جناب آقای عبدالکریم دوهیمی مدافع حقوق بشر از شرکت در این برنامه. خدایا رو نگهدارتون.
دکتر سیدالله زیایی، مطلبی که جناب آقای دوهیمی اشاره فرمودن، مطلبی زیبایی بود، بیداری مردم در مطالبه حقوق و جایگاه علما و روشنفکران مذهبی در قبال توصیه مردم به در واقع مطالبه به حقوق. ما شاهد اون در زندان بلوچستان، زندان‌هایی از کشور نیست که متاسفانه یعنی خلوت باشه، زندان‌ها و قبرستان‌ها آباد کردن به اندازه کافی. در زندان بلوچستان ما شاهد زندانی یکی از شخصیت‌های بارز و یکی از علمای بلوچ، در واقع این حیثیت بلوچ‌ها و شخصیت و میتونیم بگیم بحث علما و دانشمندان در بین بلوچ‌ها بحث ناموسی هست و این قضیه برای بلوچ‌ها خیلی حیاتی است که یک شخصیت و رهبران اعتقادی بلوچ‌ها در زندان باشه. آقای فتحی محمد نقشبندی و عبدالغفار نقشبندی، ملک محمد آبادیان، هادی آبادیان، عبدالله آبادیان، گل محمد پولیدی و جابر آبادیان، فعاد آبادیان، نظام الدین ملازاده، فقیر محمد رئیسی و حمید ملازاده از زندانیان هستند که به خیلی ساده به جرم حالا یک شخصی ظاهرا اونجا بر صورت چه برنامه‌ریزی شده بود ترور میشه و بلافاصله این افراد رو به جرم اعدام این شخص، ترور این شخص دستگیر میشن و حکم اعدام صادر میشه. جالب اینجاست که علمای اهل سنت ترور میشن اما هیچ متهمی دستگیر نمیشه، گویا اینکه اطلاع در اینجا در واقع عاجز میمونه از شناسایی متهمین به خط. در این مورد دوستان به عنوان آخرین مطلب فرمایشات حضرت عالی بشنویم. بله، واقعیت اینه که ما یک مشکل بزرگی باش مواجه هستیم، اینه که اهل سنت ایران در چندین قرنی که بعد از حاکمیت صفوی گذشت اینها در مظلومیت به سر بردن، پراکنده هستند و از قومیت‌های مختلف هستند و بعد از انقلاب هم نگذاشتن که ارتباط اینها با هم دیگه ارتباط قوی باشه، بلکه حتی الان من آخرین اخباری که ما میرسه اینه که نقل انتقال مثلا خیلی از اهل سنت از خراسان به مثلا به بلوچستان، اونایی که مقداری مذهبی هستن در قالب های جماعت تبلیغ امثال اینا ممنوع شده و به همین صورت ارتباط رو به هیچ گونه نمیخوان ایجاد کنن یا وجود داشته باشه بین اهل سنت. این نکته ای هست که ما هم باید در نظر بگیریم که هر چی که خواسته اونها هست رو نباید ما اعمال کنیم و بیش از حد براشون زمینه رو فراهم نکنیم که سیاست های بگیم ظالمانه توسعه پیدا بکنه و مستمر بمونه. به هر حال نقش علما در این بحث نقش خیلی مهمی هست که ارتباط خودشون رو با هم دیگه قوی داشته باشن و به هر حال نکته‌ای که باید به دنبال این وجود داره که الحمدلله الان ما بعد از تمام این استضعافی که قرنها باش روبرو بودیم الان الحمدلله منبر داریم، به هر حال رسانه‌ها وسایل خیلی خوبی هستن، به دنبال این وسایل ارتباط جمعی که وجود داره، چه میخواد طریق اینترنت باشه چه میخواد طریق اتصالات دیگه‌ای باشه، به هر حال خبررسانی خیلی آسان هست و تا زمانی که ما نتونیم ارتباط خودمون رو دیگران ایجاد کنیم و ارائه خبر ندیم اونطوری که برادرمون اشاره کردن، این نکته همیشه میمونه، این خلع و رابطه باید بین خودمون در داخل باشه و با بیرون به همین صورت اخبار دقیق رو ارائه بدیم تا اینکه بقیه هم بتونن در جریان حقایق قرار بگیرن و ندای مظلومیت به جهان برسه. و در حقیقت من بگم که همون اصطلاحی که حق گرفتنی است دادنی نیست، همون بحث رو باید تاکید کنیم که باید خودمون برای گرفتن حق تلاش بکنیم، تا زمانی که خودمون فعال نشیم ستمگر یا حاکمیت در روح و روان اون این بخش وجود نداره که بیاد بر مبنای ضمیر و اصول و ضوابط فکری و اخلاقی و رفتاری بیاد حقوق رو مسلم به افراد بده. متشکرم دکتر سیدالله. دکتر عبدالحمید عالی، به عنوان آخرین مطلب ضمن تشکر از حضور در برنامه، یکی از مواردی که ظاهرا بر اساس مطالبی که دوستان ارائه دادن سبب شده در واقع این سیستم علیه شخصیات اهل سنت، علما، دانشمندان، روشن فکران و آزاد اندیشان و عموم در واقع میتونیم بگیم آزاد اندیشان اعمال کنه و به خصوص اهل سنت اعمال بشه، سکوت اهل سنت، سکوت علما و روشن فکران و دانشمندان اهل سنت در زمینه مطالبه به حقوق هست و در مقابل تهدیدهایی که از سوی سازمان اطلاعات میشه به علما و روشنفکران، ببین که مبادا از حقوق خود در مطالبه به حقوق کنید، اگر مطالبه به حقوق کردین شما هم یکی از بهترین شاهدی در این قضیه میتونیم بگیم که خانواده همین زندانیان کردی که محکوم به اعدام هستن، سازمان اطلاعات اونها را خواسته و گفته حواستون باشه اگر قرار باشه شما تحصن رو ادامه بدین به سرنوشت فرزندانتون دچار خواهید شد و تعابیر از قبیل که تعابیری که ای حیوان ها و این تعابیر بسیار رکیک زننده که در شأن یک انسان نیست که این تعابیر را به کار ببره و این تهدیدهایی که در
در مورد علمای اهل سنت و زندانی کردن و تهدید و احضار مدام اهل سنت برمانوسا کاکسن امینی بار همیشه احضاریه و همیشه تهدیدهایی که علما، البته علما تسلیم این تهدیدها نمیشن. سکوت اهل سنت خود بزرگترین موردی بودی که این سیستم جنایت و قتل و کشتار علیه اهل سنت رو ادامه بده. در این باره دوست داریم به عنوان آخرین مطلب اظهار نظر حضرت عالی را بشنویم. همچنان که اون کارشناس محترم هم صحبت کردن، حقیقتا اصل کار این است که، و همچنین دکتر زیایی هم فرمودن، اصل کار این است که ما خودمون باید در واقع دست به کار شویم و کاری انجام بدهیم. اما متاسفانه به دلیل رفتار بسیار شدید و خشن این دولت بنام اسلامی به گونه ای بوده که افرادی که هیچ چیزی نداشتن و چیزی نگفتن جز این که حقیقتا مردم را براه راست راهنمایی کردن و ارشاد مردم را ارشاد کردن، اینها را با بدترین شیوه از بین بردند و نابود کردند و شهید کردند و ترور کردند و زندان کردند و هر کدوم به اینا. این وضعیت سبب شده که واقعا دیگه مردم جرأت ندارن، یعنی در واقع احساس ترس میکنن. این است که مثلا کسی مثل آقای کاک حسن امینی، خدا حفظش کند، با این شهامتی که دارد الحمدلله کمترین حالت ضعفی در او الحمدلله دیده نمی شود. این اوضاع در میان افراد و جامعات بسیار کم است، هرچند هستن افرادی در واقع میگوین، ولی با اون صراحت، با اون صورت عمومی و با اون صورتی که بالاخره صدا به بیرون برسد و صدا به گوش مردم برسد، متاسفانه نیست. وگرنه افراد به صورت محدود وجود دارد ولی اون کافی نیست. همچنان که اون کارشناس محترم بیان کردن، حقیقتاً کافی نیست. تمام فعالیت هایی که وجود دارد بسیار ناچیز است و سببش هم اون شدت هایی است که بر مردم در واقع یعنی روا داشتند و تهدیدهای بسیار نادرستی که میکنن. یعنی اینا هیچ گونه شرمی نمیکنن، هر گونه تهدیدی میخواید میکنن. آقا تهدید مسائل معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، مردم رو تهدید میکنن که خانواده تو چنان و چنان میکنیم، خانواده تو میاریم جلو دستت، جلو چشمت چنان بلایی به سرت میآوریم، این کار میکنیم، اون کار میکنیم. دیگه کاری شده که مردم در واقع مردم رو ترسوندن. ولی در واقع من باید بگویم وظیفه مسلمانان، وظیفه علما، وظیفه اندیشمندان، وظیفه کسانی که آزاد اندیش هستند، کسانی که در واقع احساس مسئولیتی دارند، این است که هیچگاه کوتاه نیایند و حتما با پشتیبانی قبل از هر چیز با توکل به خداوند متعال و با پشتیبانی آن مردم عزیز و آن مردم غیور بالاخره کار کنند و مطالب خود را ارائه بدهند و دفاع از حقوق خودمون بکنیم. ما گفتیم اگر امروز ما نسبت به این اوضاع ساکت میشیم، آقا فردا نوبت من میرسه، فردا نوبت اون میرسه، فردا دیگه همه را میگیرد و بدن میگیرد. همین بلایی که بر سر ما آوردند و بر سر اهل سنت آوردند و الان کاری کردند که تمام اهل سنت در حواشی قرار گرفتند و دسترسی به هم دیگر ندارند و اگر خودشون هم بخواهند باز هم جلوگیری میکنند، حتی برای یک مراسم ختم صحیح بخاری، برای مراسم فارغ التحصیلی مثلا طلبه ها اگر بخوان اهل سنت با هم همبستگی داشته باشند و با هم بالاخره دید و بازدیدی با هم داشته باشند، اجازه چنین چیزی هم نمیدن. وقتی که آنان چنین رفتاری میکنن، نتیجهش این شده که بسیاری از مردم ترسیدن. ولی من باید بگویم این وضعیت سکوت قطعا ادامه نخواهد داشت و قطعا اهل سنت مطمئنن در میان اهل سنت افرادی همچون کاک حسن امینی خدا حفظش کند کم نیستند، کسانی مثل مولوی عبدالحمید کم نیستند، کسانی که مثلا حتی کسی مثل امام استاد مجتهدی با وجود این که یک شخصی که طرف خود دولت در اونجا نصب شده و به عنوان امام جمعه تعیین شده، اون دیگه در واقع به سخن اومده و حاضر نیست این وضعیت را بپذیرد، قطعا در میان اهل سنت آدم های با شهامت هم کم نیستن و امیدوار هستم که این وضعیت، این سکوت به صورت عمومی شکسته شود و کاری کنند که دولت در برابر این ظلم و ستم
که در واقع داره به اهل سنت میکند دیگه زانو بزند. دیگه تا که این وضعیت وقتی که مثلا نگاه میکنید مظلوم نمایی میکند در مورد کسی مثلا کشته میشه یا زده میشه یا مثلا به توسط مثلا کسی از اون احزاب مثلا مسلحی اگر فدی کشته میشه نگاه میکنید چجوری روزه میخورند و مظلوم نمایی میکنند و چکار میکنند، ولی خودشون بهترین فدی ما، بهترین عالم ما، بهترین خبرگان ما را انتخاب میکنند و با بدترین شیوه آنان را به شهادت میرسانند، اعدام میکنند، تلور میکنند، هیچ خمی هم به ابرو نمیزنند. این در واقع دلیل بر این است که ظلم و ستمشون به اوج خود رسیده است و قطعا ظلم و ستم وقتی که به اوج خود رسید در اونجا وقتی آن است که فروکش کند و شکسته شود و به در واقع خود دخنید شود. اینا اینجوری میکنند، دارن به خانواده ها فشار میآورند، به دستگان فشار میآورند، به نحوی بالاخره میخوان مردم رو بترسونند. ما از امریکا نمیترسیم، ما از فلان نمیترسیم، ما چکار نمیکنیم، اینجوری دارن مردم رو میترسونند. امروز نگاه کن، چون در واقع کم آوردن، الان دارن به طرف اروپا دارن میروند، به امریکا دارن تواصل میکنند، به اینجا به اون طرف و اون طرف دارن دست میزنند. این وضعیتی است که به نظر من سبب اون ارعاب و تهدید آنان بوده که وضعیت آنچنان شده. دکتر عبدالحمید عالی بانوان جرأت ندارن. به عنوان آخرین سوال و آخرین مطلب دکتر عبدالحمید عالی دوست دارم در این باره نظر حضرت عالی را بشنویم. در شرایط کنونی که در واقع کردهای عزیز به سر میبرن، درصد زندانی ها به اوج رسیده، حتی در زندان رجای شهر طبق گزارشی که دوستان ارائه داده بودن بالغ بر 170 نفر زندانی در این زندان فقط به سر میبرن و زندان های دیگر هم درصدی به خود اختصاص داده. به نظر شما بازتاب این زندانی ها و این اعدامی ها در شهرهای کردستان چگونه خواهد بود؟ آیا پیش بینی در این قبیله در این زمینه داشتین؟ آیا احتمال داره مانند اعدامی هایی که سابق ما در 7 ماه پیش 6 نفر از این عزیزان و جوانان کرد بر صورت جوانان 17 18 سالی بودند که محکوم به اعدام شدند، به نظر شما بازتاب چه خواهد بود؟ مختصر لطفا. یقینا بازتاب خیلی شدید خواهد بود و من تصورم بر این است، حتی من توصیه من به جوانان اهل سنت و توصیه من به اهل سنت این است که هیچگاه دست به عملهای در واقع عملیات خشونت آمیز نزنند، دست به حرکات خشونت آمیز نزنند. اما تصور من بر این است این قضیه قطعا بازتاب خواهد داشت و بدون بازتاب نخواهد بود، چون دیگه صبر مردم در واقع گفتم داره لبریز شده، صبرشون کاملا لبریز شده و صبری برای آن باقی نمونده. اینها وقتی که بیایند، من شنیدم که خانواده ها اینو گفته بودند، گفتن اگر قرار باشد، قرار بوده یک شنبه پاسخ به اون نامه ها بدهند، اگر قرار باشد یک شنبه که فردا این هفته بعد این آینده فردا که جمعه است، شنبه یا یک شنبه اگر پاسخ درستی به آنان ندهند و در مورد آنان جواب پاسخ درستی ندهند در مورد اون زندانیان، آنان تصمیم گرفتند قاطعانه که می آیند و تجمع می کنند و تحصن می کنند و قطعا مردم دیگری که با آنان هستند، دوستان، همراهان، بالاخره خانواده ها، قوم خیش، همه با هم به اذن پروردگار دست به دست هم خواهند داد، دست به دست هم خواهند داد و تحصن می کنند و اعتراض خود می کنند و جلوی زندان اوین و جلوی دفتر ریاست جمهوری و در جلوی مثلا مجلس بالاخره تجمع خودشون می کنند و اعتراض خودشون قطعا بلند خواهند کرد. اینجوری ساکت نمی نشینند یقینا، همچنان که خودشون اعلام کردن و با قاطعیت تمام این مطلب را بیان کردن. به همین خاطر ما تصور من بر این است که الان تصمیمات بسیار بدی گرفتن که افراد زیادی مثلا ما نگاه میکنیم اصلا هیچ خبری از آنان نیست، افرادی مثلا منتقل کردن مثلا آرام میکائیلی زندانی عقیدتی اهل سنت به نقطه نامعلومی منتقل شده، به دلیل چی؟ به دلیل این که این آقا در نماز بنسان در همین وقت عید و نماز عید بوده، نماز عید را در اونجا برگزار کردن و کلاس قرآن هم با برای دیگر دوستان گذاشتن به دلیل برگزاری نماز عید و کلاس قرآن، مسئولین آرام میکرد را تهدید به بازگرداندن به زندان رجای شهر کردن، یعنی او را به سقز منتقل کرده بودن و الان به نقطه نامعلومی او را منتقل کردن و هیچ گونه خبری ازش نیست. متشکرم دکتر عبدالحمید عالی. زندانی اهل سنت که در زندانی رجای شهر بود او را بازم به سقز بازگرداندن، الان هیچ گونه خبری از آن نیست و خدا میدونه با کجا انتقالشون. متشکرم دکتر عبدالحمید عالی، فعال حقوق اهل سنت، از مشارکت در این مرام خدایا را نگهدار. شما
میان برنامه رو در واقع ویدیویی است که از زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت تهیه شده. این زندانیان عزیز به جرم دفاع از مقدسات و دفاع از ناموس و شرف و همسران رسول خدا صلی الله علیه وسلم محکوم به اعدام شدن و حق به تعبیر خودشون به حقدار دادن. حقدار اونهایی بودن، آخوندهایی بودن که به زنان رسول خدا زبان درازی کردن و فحش ناسزا دادن و ظالم کسی بود که از زنان پیامبر خدا و از مقدسات اهل سنت دفاع کرد. این ویدیوها را شاهد باشیم و بعد از اون صدای شما از آن را خواهیم شنید. جانگیر دخانی از من متولده 22-8-65 به تاریخ 27-38 چی شدم زنندج بسم الله الرحمن الرحیم جانب جمشید دخانی متولده 1364 ساکن شهر سنندج در سال 88 توسط نیروهای اطلاعات ایران دستگیر شدم. متولد سال 1363 که در شهرستان سنندج به دنیا آمدم و شغل مکانیک بود و در شهر سنندج مشغول کار بودم که به خاطر دین و مذهبم منو در سال 1388 به دست نیروهای اطلاعاتی ایران دستگیر کردن. الحمدلله و السلام على رسول الله و آله و صحبه و من والاه. فعال السلام من جانب محمد احمدی فرزند حبیب الله تولد 1360 متأهل دارای یک فرزن که من را در تاریخ 8-5-88 به دلیل رفت و آمد با مساجد و تبلیغ عقیده اهل سنت دستگیر کردم که در همان موقع من را به اطلاعات سنندج قرار دادم. به اعدام عرضه تو دادی در انقلاب اسلامی به حکم اعدام محکوم شدم و در این مدت 4 سال شکنجه‌های روحی و جسمی زیادی دیدم. الان همکنونم در زندان قدر حصار هستم. احتمال 10 نفر رو اولا این زندان 6 نفر رو اعدام کردن. الان هم 4 نفر بیگون هستم. اینجا هستیم از همه مسلمانان و سازمانهای حقوق بشری خواهش مندم که پرونده رو پیگیری کنن که این 4 نفر هم بیگونه اعدام نشن. من بیرون شغلم رانندگی تاکسی بود، در حال مسافرکشی بودم که ساعت 9 صبح در حالی که مسافرکشی میکردم پژو سبز رنگ با 4 نفر لباس شخصی اسلحه به دست جلوی دانشگاه کردستان جلوی منو گرفتن و با اسلحه به طرف من و مسافرها گرفتن و منو تهدید کردن، گفتن وایسادم. منم وایسادم و 4 نفر لباس شخصی منو به زور پیاده کردن و همونجا دستان بهم زدن و سرمو داخل ماش خود رو پژو کردن و سرم و زیر استندلی ها و چشمان به هم زدن و منو سوار خود رو کردن و در همونجا با مشت لگت داخل خود رو وجونم افتاد. اونجا سرم رو شکستن. بعد از حدود 5 دقیقه
بعد از حدود 5 دقیقه منو داخل یک ساختمان بردن. من چشام بسته بود، هیچ جای ایرانی نمی‌دیدم. بعد از حدود 5 دقیقه منو داخل یک ساختمان بردن. داخل یک ساختمان بردن. در اونجا حدود 10-15 نفر دوربین ما رو گرفتن. اونجا با همون شلگت هم دوباره به جونم افتادم و همونجا بینی مشکستم. گفتم من چیکار کردم؟ هیچ جوابی من ندادم، فقط گفتم خفه شو بگیرستون یه عوضی. منو به اطلاعات بودن، اونجا منو زیر شکنجه و عذر اذیت قرار دادن و گفتن که تو با یک گروه از گروه های سلفی به نام سلفی همکاری داشتی و نمیدونم گفتن به کجا حمله کردی. من هم هرچی قسم خوردم و بهشون گفتم که من این کار رو نکردم، من به هیچ گروهی نبودم، باور نکردن و منو شکنجه دادن و گفتن اذیتت میکنیم و سربنیزت میکنیم و خانوادتو میاریم اذیت میکنیم، باید من هرچی بگیم تو قبول کنی و پشت دوربین بگی که من این کارا رو کردم، هر نامه‌ای که واسط میاریم امضا بکنی. منم از طرز اینکه به خانوادم اذیت نکنن و شکنجم رو زیادتر نکنن، یعنی بیشتر شکنجم نکنن، گفتم باشه قبول کردم. و بعد از چند ساعتی که من مورد اذیت و عذاب قرار دادن، منو به یه سیجنمی بردن و من صدا بلند کردم گفتم منو به چه دلیل گرفتی؟ چرا من اذیت میکنی؟ چیکار کردم؟ گفتن تو هیچ کاری نکردی، فقط ما میخوایم یه جریانی هست که این جریان بخوابونه. یه سریو گرفتیم، بعد از مدتی ازت ما از تو یه درخواست داریم. گفتم چه درخواستی؟ تو بیا واسه چهار برگرد، ما هرچی میگیم تو اینو بنویس و ما رو امضا کن. منم دست به اعتراض دادم، گفتم وقتی کاری نکردم چرا برگه امضا کنم؟ چه چیزی رو بنویسم؟ گفتن نه، باید بکنی، اگر نکنی تو رو سرنوشت میکنیم، خانواده تو اذیت میکنیم، برادرها تو اینجا میاریم، زنه تو میاریم، بچه منوز به دنیا نیمده، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم. خلاص دست به تهدید زد و به شدت منو مورد شکنجه روحی و روانی و جسمی قرار داد، به طوری که منو مجبور کردن که به چیزایی که نکرده بودم اعتراف کنم و چیزایی که اینها میگفتن من بنویسم و ما رو امضا کنم. و بعد از آن منو داخل یک تکسلولی قرار دادن. در تکسلولی 70 روز موندم. در این 70 روز که تکسلولی بودم، هر شب 2 بار 3 بار با صدای بلند منو بیدار میکردن و مورد شکنجه روحی و روانی شریق قرار دادن. قابل توجه بینندگان فهیم شبکه جهانی کلمه، لازم به ذکر است که این شبکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تماس‌های بینندگان به عهده نخواهد داشت. با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان بیننده، شاهد ویدیویی از رنج نامه این عزیزانی که محکوم به اعدام هستند. به حمد الله شبکه جهانی کلمه افتخار دارد که برای ارواح بشر برنامه تخصیص خواهد داد و دفاع خواهیم کرد از شما ملت عزیز. تمامی اقوام و ملیت ها و قومیت ها محترم هستند، همه انسان ها محترم هستند. اندیشه در دین اسلام در حفظ روح تأثیر ندارد، چون آن شخص مسیحی یا یهودی یا دین و اعتقاد خاصی به خود دارد، پس حرمت حیات، حق حیات ندارد، در دین اسلام نیست.
کردها بخش گسترده‌ای از مظلومیت و ستم و فشار و ظلم رو تحمل کردن. عرب‌های اهواز و بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و آذری‌های عزیز و دیگر قومیت‌ها از این ظلم و ستم‌ها بی‌بهره نبودند. اما به یقین و به قطع می‌دانیم آه مظلوم دامنگیر ظالم خواهد شد و نهایتاً ظالم شاهد خواهد بود که چگونه در نتیجه و تاوان اون ظلم خود رو پس خواهد داد. وعده خداست: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. در سایه احترام به حقوق، در سایه آزادی بیان و آزادی اندیشه هست که انسان به تکامل و تکاپو میرسه و اون جامعه میتونه جامعه نوین و مدرن باشه. صدای شما اذان رو خواهیم شنید. به علت محدودیت وقت باقی مانده در برنامه، هر بیننده عزیز فقط یک دقیقه از شنیدن سوال‌ها و ابهامات، در واقع مسائل خارج از موضوع، معذوریم. اولین بیننده را خواهیم شنید. آقای عبدالوهاب از خاش، سلام بر شما. السلام علیکم. خسته نباشید جناب هاشمی. شما هم خسته نباشید. من هم به نوبه خود از مردم قوم بلوچ این اعدامی ها را محکوم میکنیم و مولوی ما همچنان در زندان است. به خدا قسم که مولوی ما اصلا هیچ جرمی انجام نداد. در اینها ناحق و ناحق مولانا نقشبندی و فرزند حافظش را به جرم واهی می خواهند اعدام کنند، ولی انشاءالله خداوند اینا را آزاد میکنه. و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم که برای مولوی نقشبندی و فرزندانش دعا کنه. خیلی ممنون از برنامه. ممنونم آقای عبدالوهاب از خاش، مطلبتون رو گرفتیم. تمنای از عزیزان، از تمامی اهل سنت، روشن فکران، آزاد اندیشان و قومیت های مختلف، مبادا این موضوع رو به دیگران واگذار، دفاع از حقوق رو به دیگران واگذار کنیم، حتی خود شروع کنیم در وبلاگ ها، وبسایت ها و با سایت شبکه جهانی کلمه، بخش کمیته حقوق بشر مکاتبه کنیم و در واقع ظلم و ستم هایی که در حق هر عزیزی روا داده شده حتما ارسال کنید، مبادا این رو به دیگران واگذار کنیم. مطالبه به حقوق جزو واجبات دینی است و سکوت از آن از بزرگترین گناهان است و این توصیه اسلام و دین خداست. حضرت حسین برای مطالبه به حقوق در واقع قیام کردند و نه به دست آوردن پست و مقام، زیرا حسین ابن علی خواهان خواهشات نفسی نبود، بلکه برای آزادی و مطالبه به حقوق قیام کرد. شما بیننده عزیز هم در هر رده و در هر سطحی در جامعه هستین، از در واقع مطالبه حقوق ساکت ننشینیم. بیننده بعد را خواهیم شنید. جناب آقای غلامی از همدان، سلام بر شما. لطفاً صدای گیرنده را کامل ببندید، با گوشی فقط صحبت کنید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. ممنون. سلام بر شما. صدای گیرنده را ببندید. در غیر این صورت به علت محدود وقت ادامه دادن دشوار. آقای عایشه مخاط، جناب غلامی متشکرم. بیننده بعد لطفا ما بدید. بینندگانی که صدای گیرنده رو نبندن مشکل ادامه دادن، به همین دلیل بیننده بعد رو خواهیم شنید. جناب آقای آقا رضا از بندر عباس، سلام بر شما. آقا رضا، آقا رضا از بندر عباس، سلام بر شما. آقا رضا بلندتر لطفا، صداتون واضح ندارم. سلام سیدم. سلام و رحمت الله. والا ما چی بگم، فقط دعا کنیم انشاءالله با امید خدا خداوند یک کاری انجام داده شده، یک کاری به سریشون در بیاره که یه رمی و دلشون بکرد انشاءالله اصلا کل انسان آزاد بشه. یک کل، یعنی به خدا یک کل انسانی که توی ایران زندگی نکرم والا همه شما زندان هم از این فقط دعا. متشکرم آقای از بندر عباس، مطلبتون رو گرفتیم. اضافه بر دعا حتما بایستی اقدام عملی و اون هم درخواست مطالبه به حقوق و اون با روش بحث گفتگو حقوق خود را به گوش جهانیان برسونیم، مطالبه کنیم. حتما شاید برخی از ظلم و ستم هایی که
در حق شما و در حق دوستان صورت میگیره کسی از اون اطلاع نداشته باشه. به همین دلیل شما این رو گزارش بدین و گزارش رو منتقل کنید به کمیته حقوق بشر در شبکه جهانی کلمه. این قضایا را پیگیری خواهند کرد. بیننده بعد را خواهیم شنید. جناب آقای محمد از تبریز، سلام بر شما. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکات. اول برنامه میخواستم یه سلامی عرض کنم به دوست عزیزم آقا مختار از سنندج. ایشون خودشون میشناسن، تازگی باهاش آشنا شدم. بنده شیعه هستم اما دوست صمیمی آقا مختار. آقای هاشمی، در رابطه با بحث شما فکر کنم تبعیض هایی که تو برای اقلیت ها تو ایران میشه، اینه آقای هاشمی؟ آقای محمد بفرمایید لطفا. میخواستم ببینم بحثتون در رابطه با تبعیض هایی که تو ایران برای اقلیت ها میشه. بله. بنده آذری هستم، از توابع تبریزم، اما این تبعیض هایی که شما فرمایین من اینجا نمیبینم. من دوستای سنی دارم که اکثر اداره های شهرستان ما کار میکنن. از وقت معمول با محمد بیشتر داشت. آقا محمد ببخشین، شما در ایران تشریف دارین و هیچ تبعیضی رو ندیدین، درسته؟ والا من این الان مثلا دوست سنی دارم تو اداره شهرستان ما هستن. محمد مگر قرار شما هیچ سنی رو در ایران نبینید زنده باشه؟ خدا نکنه، سنی ها داداشای من هستن. خب مگر قرار دوستان شما هم زنده نباشن؟ هیچ سنی شما در ایران نبینی زنده باشه؟ مساجدی که از اهل سنت تخریب شد در ایران، علمایی که از اهل سنت قتل و کشتار شدن، مدارس دینی که تخریب و ویران گشت، محرومیت اهل سنت از ایجاد یک مساجدی در تهران، در شهرهای دیگر و دیگر، حقوق مطبوعات، حقوق نشر، ظلم ستمها، زندانیها، اینا هیچ کدوم تبعیض نیستن و در واقع یک چیز مورد عادلانه است که در ایران اعمال میشه. آقای هاشمی بفرمایید، این مسجدی که میفرمایین انشالله تو مکه ما یه مسجد. آقای محمد از تبریز، متشکرم، خدایا نگهدار شما. به هر صورت بحث ما از مکه نبود، از ایران و تبعیضها بود. کافی است انسان‌های وجدان بیدار داشته باشن و همه میدانن که در ایران چه ظلم و ستم‌هایی به خصوص در مورد اهل سنت اعمال میشه. بیننده بعد را خواهیم شنید. آقا محمد از کاشان، سلام بر شما. الو آقای محمد از کاشان، لطفا صدای گیرنده را کامل ببندید، با گوشی با ما صحبت کنید. سلام بر شما. سلام و رحمت الله. چطوری آقای هاشمی؟ سلام بر شما، بفرمایید. ممنون، خدا را شکر. آقا میخوام واسم میگم که شما شون فرمودید که عید قدیر عینی و متشکرم. آقای محمد از کاشان، موضوع ما عید قدیر ریس. بیننده بعد را خواهیم شنید. آقا اسماعیل از ایران، سلام بر شما. سلام آقای هاشمی بزرگوار. سلام و رحمت الله. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. من یه خواهش دارم از شما آقای هاشمی. شما چقدر به بینندگانتون، به فهم بینندگانتون احترام میذارید؟ آخر کسی که در دنیا باور نمیکنه که کسی که محکوم به اعدام هست و در سلول به قول شما انفرادی است، چجوری میاد برای شما توضیح میده که من این حرفو گفتم، دوباره میزنه زیرش؟ اینها آخر به عقل جور در نمیاد برادر من. شما از مناظره فرار میکنید، از حرف حق فرار میکنید، میرید سمت یه مش زندانی قاچاقچی، یه مش زندانیه که عرض میشود خدمت شما هویتشون برای تمام دنیا روشنه. کسی که در ایران محکوم و اعدامه چجور میاد برای شما عرض میشود حرف میزنه که من این رو نگفتم؟ اگر راست میگید شما در نور بذارید که ما لبخانی بکنیم ببینیم این حرف صدای این آقا هست یا نیست. متشکرم. آقای اسماعیل از ایران، بیننده بعد رو خواهم شنید. لطفاً آخرین تماس، شاهبخش از زاهدان، سلام بر شما. جناب آقای شاهبخش از زاهدان، سلام بر شما. آقای شهبخش از زاهدان، سلام بر شما. سلام علیکم، خوب هستید؟ سلام و رحمت الله، بفرمایید. الو سلام بر شما، بفرمایید. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. ما به نوبت خودم این اعدام هایی که رژیم آخوندی داره انجام میده محکوم میکنیم. آقای هاشمی، اینا جنایتکار هم خدا وکیلی، یعنی پاورتون میشه تو منطقه ما بخش کورین، اینا 4000 نفر به جرم اشرار و قاچاقچی اعدام کردن. آیا چرا اینا قاچاقچی شدن؟ ما نمیگیم اینا قاچاقچی نبودن، چرا اینا شدن؟ به خاطر اینکه اینا توجهی نکردن. اینا
به خدا قسم 29 نفر تو سال 75 29 نفر رو تو یک روز تو یک کوستا اینا اعدام کرده بودن بعد قبرشون یک جایه باورتون نیست به خدا قسم اینا آدم نیستن اینقدر هم از حقوق بشر میزنند و ایران چی کرده برای عرصتن رو بله متشکرم جناب آقای شهبخش از آدان مطلبتون رو شنیدیم خدایان نگهدار شما به همین اندازه اکتفا خواهیم کرد دکتر سید الله زیای یکی از قضایایی که در واقع در ایران اهل سنت ما از اون رنج میبره واسه میخوام سکوت اهل سنت و عدم اطلاع مجامع بین الملل و مجامع حقوقی نهادهای حقوق بشر از ظلم هایی است که در زمینه های مختلف علیه اهل سنت اعمال میشه و سکوت خود اهل سنت در زاهدان به همین دوست آقا شهبخش از زاهدان فرمودن به راحتی به جرم قاچاق به جرم مواد مخدر و دیگران به رگبار میبندن خب در روستا هستن و در بخش های مرزی هستن هیچ کسی اون اطلاع پیدا نمیکنه بلافاصله دفن میکنن کسی هم در واقع سکوت مطلق اونجا اعمال شده در این مورد دوست داریم از اظهارات از عالی رو بشنویم تماس هایی از بینندگان رو هم شنیدیم بحث جفسازی بالاخره یکی از پوشش هایی هست که برای مظالم تبعیض ها صورت میگیره جفسازی عمومی با توجه به این که امکانات رسانه‌ای هم دست نظام هست خب به طور طبیعی میتونه نقش هم داشته باشه و خیلی ها هم به همین صورت مظلومانه میرن و کسی هم در رابطه با اینا اطلاعی نداره ولی جای تأسف اینجاست که الان که مسائل بسیار شفاف و روشن هست به عنوان مثال یه افرادی به هویت معین با نام و نشان و تاریخ تولد و شناسنامه ای دارن مطرح میشن اگر واقعا این ادعا دروغ هست و اینها در دنیای بگیم زندان یا در عالم بازداشت وجود ندارن و یا این که اینا متهم به مواد مخدر یا اتهامات آنگونه هستن خب این کار بسیار آسونی هست الان بیش از یک ماه دو ماه هست که این مسئله رسیده به مجامع بین المللی فکر نکنم که برایشون سخت باشه که برای مسئولین که پرونده قضایی اینها رو ارائه بدن و حداقل به ما نمیدن به مجامع بین المللی که اعتراض کردن تو سایت های اینترنتی بذارن میگن این افراد اولشون و آخرشون و پرونده شون این هست تا موضوع روشن بشه فکر نکنم که حقایق رو به این صورت بشه انسان انکار بکنه مگر چشمای خودمون رو ببندیم برای مردم هم واقعیت اینه که در یک خفقانی قرار گرفتن و یه درنی رو به وحشتی مدتی رو سپری کردن که دهن گشودن هم براشون مشکل شده این واقعیت وقتگیر هست که انشاءالله فراخانی است که از سوی کمیته حقوق بشر جهانی کلمه اعلام میشه به تمامی عزیزان اهل سنت و روشنفکران آزاداندیشان به این که مبادا از اهمال و در واقع از زایع شدن حقوق خود ساکت باشیم در هر زمینه‌ای که به شما و به حق شما اجحاف شد حتی در یک صفحه ای‌فور هم که شد این حکایات رو بیان فرمایید اشکال نداره حتی اگر براتون ممکن نبود نام نشان اگر براتون ممکن نبود طبعا مهمتر اینی که با نام نشان و آدرس دقیق و مستند باشه تا اینکه شبکه جهانی کلمه برامی خود بتواند پیگیری حقوق رو انجام بده مبادا ساکت بشیم حتی اگر هم در یک روستا در هر منطقه‌ای که از مرز و غیر مرز حضور دارید بیانیه بدید مطالب رو مکاتبه کنید امروز به الحمدلله سیستم های ارتباط جمعی و سیستم های ارتباط میسر و فراهم هست برای همه مکان اون رو با ما از طریق ایمیل و از طریق حالا زمین های مختلف که در اختیار داشتین به کمیته حقوق شبکه جهانی کلمه ارسال فرمایید ویدیویی که منتشر شد از زندانیان عزیز محکوم به اعدام بود که قرار بود تا آخر شهریور ماه اعدام بشن اما به حمدالله گسترده پوشش رسانه‌ای گسترده سبب شد که اعدام این عزیزان به نحوی موکول بشه دوست داریم این قضیه باز هم به طور گسترده این ویدیوها پخش خواهد شد در لابلای برنامه شاهد خواهید بود به پایان برنامه رسیدیم تا قسمت دیگر خدایا نگهدارتون موفق و سربلند باشین متشکرم دکتر